السلام علیکم. من سوال داشتم که مولوی چرا از آدم ها چرا میرفته جمع آدم ها وقتی حسد اینا بوده یکم به چیزایی که میگه بیشتر میکنه که خودش باشه اونایی که دوستشون داره و اینا دور برش باشن بعد برای چه تو جمع میرفته که کلی آدم های دیگه هم بودن که حسد بودن. این یکی سوالی هم توی برد شما. سوال بعدی هم که داشتم که شما میگید که خب آدم های اخلاق میگن که این کار رو بکنین اگه خب خودشون هم میدن اتفاق نمیفته. خب از اون برم اگه آدم بخواد به این موضوع اهمیت نده آخرش میشه که مثلا فرق سیاست مداره همه بدترین آدم ها میشن همه عمرمون به همه زدی گیر نمیشه که آدم هم اینا رو بگه که خب خوبه انجام بدین ولی خب برای بقیه اشکال نده برن یک سری آدم هایی برن دنبال کنید فکر بکنید که تعادل بین این دو برقرار بشه. بله من سوال اولتون البته درست نفهمیدم. خب مولانا میان مردم بود، اتفاقا خیلی مردمی بود، یعنی اصلا نخبه‌گرا نبود. قبلا هم براتون نقل کردم کسانی که پای درسش میمدن معمولا از افراد فرودست اجتماع بودن، افرادی که خب عالم نبودن، فاضل نبودن، حتی شاید خوشنام نبودن. به مولانا وقتی اعتراض میکردن که آه اینا کی دور خودت جمع کردی و اینا میان دور برای خودت، که والا اینا اگر عالم و بزرگی بودن خودم میرفتم خدمت اونا، حالا بعد نیست که اونا میان دور ما چه اشکالی داره. این طوری بود. مولوی آدم مردم شناسی بود، یعنی فقط به اطرافیان خودش نگاه نمی کرد، با خیلی ها هشت و نشت داشت و این حسد رو به منزله یک بیماری در بسیاری از مردم تشخیص داده بود، ولذا ذکر میکرد و اون رو به منزله یک رذیلت میشناسون و احتمالاً هم در جامعه‌ای که زندگی میکرده شاید خیلی هم غلیظ بوده، ما خبر نداریم زیاد، ولی به دلیل کثرت ذکر این صفت رذیله در اشعار مولانا شاید بتوانیم گمان بزنیم که احتمالاً او آثار زیادی از این حس رو میدیده و شاهد بوده و بنابراین در دفعش میکوشیده احتمالاً. اما مطلب دوم، ببینید، نه اون بزرگانی که در مثل غزالی که در باب قدرت و آفات قدرت سخن میگفتن، یه بار من اینجا خدمتتون گفتم مسائل خیلی پیچیده بوده در روزگارشون، اولا آلترناتیوی نداشتن، اینا همشون میدونستن و بلد بودن و گاهی هم میگفتن که شخص عادل باید حاکم باشه، کار باید به دست نیکان باشه، اما در عمل می‌دیدن که این اتفاق نمی‌افته و عادلان کار به دستشون نمیاد و عرصه قلدری هاست، عرصه بیرحمی هاست، هر که بیرحم‌تره میتونه سر کار بیاد، میتونه دیگری رو پس بزنه. واقعا تو این شرایط اینا چه باید میکردن؟ تشویق نمیکردن افراد رو که به طرف قدرت برید، اتفاقا تشویقشون میکردن که شما کنار بشینید، کارهای مردمی بکنید، دستگیری بکنید از دیگران. دوم هم این که وقتی هم کسی به قدرت رسید سراغش نرید، نه به دست بوسش برید، نه به دربارش برید، نه از او خواهش و تمنایی بکنید، هیچ کدوم، کنار بنشینید. چون بسیاری از علما را هم میدیدن که تا کسی سر کار میمد اینا سعی میکردن خودشون رو به دربار نزدیک بکنن و جبه‌های فاخر بپوشند و اسمشون رو در مجالس ذکر بکنند و از هم نشینان سلطان باشند. اینا رو هم طعن میزدن و مردم رو بر حذر میداشتن. بیشتر از این هم نمیتونستن. شما سعدی رو ببینید، خب ما از او هم خیلی سخن گفتیم، بیشترین سخنش این است به سلاطین که شما خوب باشید، عادل باشید، ولی از اون ور به مردم یه شورش نکنید، سر جاتون بنشینید. برای اینکه چه فایده از شورش کردن؟ یا کشته می شدن یا گیرم که قدرت رو به دست می گرفتن دوباره یه بیرحم قلدری می رفت سر کار. تئوری برای سلطنت و حکومت وجود نداشت، دموکراسی نبود، خیلی وضع پیچیده و بغرنجی بود. اینا حالا ما میتونیم اینا انسان جایز الخطا بودن، میتونیم تردید کنیم در صحت سخنشون، ولی به نظر من در حسن نیتشون نمیشه تردید کرد. آدم های نیکخواهی بودن، حسن نیت داشتن و به اندازه تشخیصشون میگفتن این عرصه اصلا عرصه بسیار خطرناکیست، اخلاقا، سیاستا، به لحاظ دینی، به لحاظ دنیاوی. در این حال
اینم میدونستن که اگر یه حاکم خوبی سر کار باشه چقدر خوبه. به همین دلیل هم همین خلفای عباسی رو علی‌رغم فسادهای بسیاری که دربارشون داشت به هر حال احترام میگذاشتن. میگفتن یه نامی از پیغمبر بر روی اینا هست، یک ادعای این رو میکنن که ما از سلاله پیامبریم و اینجور چیزا. خیلی هم خودشون میدونستن که اون داخل خبری نیست و اینا افراد فاسدی هم دربارشون پر از فساده. بعد از اون که حتی همین هم نبود دیگه، شرایط اونها رو نباید نادیده گرفت. ببینید حالا ما کشور خودمون رو در نظر بگیریم، الان کشور ما به معنای واقعی کلمه حکومت استبدادیه، هیچی از استبداد کم نداره، حکومت خودکامه. حالا ظاهرا مجلسی هم هست و انتخاباتی، ولی همه ما ماهیت اونا رو میدونیم. شما فکر میکنید آدم نیکخواه امروز چی کار باید بکنه در داخل حکومت با این هزینه سنگینی که فعالیت‌های سیاسی داره و با این مشکلاتی که وجود داره، به طوری که اصلا معلوم نیست آلترناتیو کی خواهد بود؟ گذشتگان دقیقا همین مشکلات رو داشتن، من هر چی در روش فکر میکنم. یعنی اینکه در ایران مثلا فرض کنیم حکومت بیفته، کی میاد جاش مینشینه؟ کی محتمله که به جاش بنشینه؟ آیا بهتر میشه؟ آیا بهتر نمیشه؟ آیا کشور تجزیه نمیشه؟ درست همین فکراست که دست خیلی از اصلاح طلبان رو هم بسته. تا یه جایی پا پیش میگذارن، بیش از اون دیگه جلوتر نمیرن، برای اینکه احساس میکنن که بقیهش دیگه به دست اونا نخواهد بود و ممکنه که خرابتر از این بشه که هست. یا میگن که خب ما یه بار انقلاب کردیم و دیدیم که انقلاب از توش چی میاد بیرون، حالا ما دوباره انقلاب کنیم که چی بشه. خیلی تصمیم گیری دشواریست و هر زمانه بغرنجی های خودش رو داره. عارفان ما به هر حال دیگه اونا که هر تمنای رو کنار گذاشته بودن، من جمله تمنای قدرت رو دیگه، به قول اون شاعر که فکر عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. بنابراین راه بهشت رفتن هم پیداست. ظاهرا سوالی نیست. ممنون از دوستان. خدا حافظ.